انفجار بامداد روز پنجشنبه آرامش این بخش پایتخت را برهم زد. مواد انفجاری که در کنار این جاده در حوزه هفدهم در کوتل خیرخانه جاسازی شده بود، این موتر کارمندان وزارت مخابرات را هدف قرار داد. انفجار به حد قوی بود که ما دویدم، فکر نکردم کسی زنده مانده باشه. ما بوده قراصیدم، سعی کردم کمیجا یک تو سیاسار نصف از این قسمت به پایین بیخی نبوده دیگه، در کاستال خودم مردار کشیدیم، در کل انجار انداخته من. این انفجار بر موترهای غیر نظامیانی که از این جاده میگذشتند نیز آسیب‌های سختی وارد کرده است. ما آمدیم کاستار ما را قید کرد، دیگه نفهمید. در کدام موتر بودی؟ در فرونه. این انفجار ساختمان‌های نزدیک به محل رویداد را نیز آسیب رسانیده است. هر روز انفجار انتحار ما مردم خطبه و برباد کرده. اگر این رئیس جمهور ما نمیتونه ایلا کنه که کسی دیگه بیا. وزارت مخابرات میگوید که 3 تن از کارمندان این وزارت و افغان تلکام در این انفجار جان باختند، اما درباره زخمیان این رویداد چیزی نمیگوید. این دومین انفجاری است که در یک هفته اخیر موتر نهادهای دولتی را هدف قرار میدهد.